بینندای عزیز سلام و درود کتاب یحیی سنوار رهبر حماس به نام زمین به عربی سخن میگوید کمتر مردم از ازی آگاهی دارن خصوصا در حوزه فارسی زبان که هیچ تقریبا جنگ آینده در یک کتاب دیگه امید جنگ آینده که آل شروع شده از هفت م... اکتبر پارسال به این طرف در حوز اسرائیل قبلا در کتاب خار و میخک نوشته یا سنور که یاد داشتاش در دوران و زندان تنظیم شده بود اون این از اون وقت نقشه شده بود ایره از محتوای خار و میخک میشه استنباد کرد چرا او از اول گفته بود که شکسته که عرب ها در 1967 خوردن ضربه بر خودشان نبود بیشتر ضربه بر امیدهای نسل نسلهای بعدی فلسطین بود خب البته اونا تقریبا دو طلبانه خود شکست دادن این داستانش طولانیست سرتان به درد نمیارم همه میگم که در کتاب خار و میخک یک نی... رومان به صلاح به شکل رومان است ش... که نوشته شده ر... ر... این نیم زندگی نام از ایتر به صورت داستانی که تجربیات یا یا سنوار، مبارزات فلسطینی ها را به تصویر گشیدن ای کتاب در دسامبر 2023 منتشر شده متوجه میشه و جنجال زیادی هم برای برا انداخته چرا محافل اسرائیلی بسیار اساسیت شدید نشان دادن و تقریبا مثل یک بام کفید ای که دنیای فارسی زبان خبر نداشت بیشتر به خاطری است که خود بام غذا کفیده بود از, از خبرایش روزانه مطلع می شدن متوجه کتاب خار میخک نشدن در این کتاب سنوار نقش خود در حملات 7 اکتبر 2021 با جزیات شرح داده یعنی تقریبا خود گفته که میمار سیل الاقصاص و همینطور هست رزده امریکا میگه است ایران هم میگه است اسرائیل هم میگه است سنواری کتاب دوران حبس 22 ساله خود که تیر میکد در زندان های اسرائیل در اونو وقت نوشته باز بعد از این میتونه تازه و تازه ساخته شه عناصر جدید که در وضعیت جدید پدید آمده بود به او افزود و نشر کرده روایت های از زندگی خودش و فلسطینیا تحت اشغال اسرائیل است که همچنان مثلا هسته های از مقامت همیشه می جوشیده داستان پیش از شکست 1967 شروع میشه این نوزده شست اونمو جنگ است که اسرائیل مفت کلزی به اصطلاح که ما شما میگیم بسیار به سادگی بلندی های جولان از سوریا گرفت بیت المقدس گرفت از اردن این طرف از مصر سهرای سینا رو گرفت خلاصه ای اینمی عربای اما استعمار زاده مفت گرفت تا این تاوانش حال شروع شده داستان سنوارم از, پیش از 1967 شروع میشه به جزیات و عملات و چیزا پرداخته در, در اردوگاه آوارگان الشاتی خود سنوار در اردوگاه الشاتی کلان شد شخصیت می کتابم احمد نام داره مثلا احمد نام داره تجربیات خود و خانواده خود در مبارزه با فقر و اشغال تا تحصیل و مشارکت در مقاومت میتو قصه کرده این کتاب به اصطلاح دارای نکات مشخص مهمی است که احمد و خانوادهش در اردوگاه آوارگان الشاطی نشان میده زندگی تحت اشغال و شاهد خشونت ها و سرکوب های مداوم زندگی بسیار سخت زیر اشغال یعنی چیز ارتش اسرائیل به سختی وارد خیابان ها و کوچه های تنگ اردوگاه میشه میایند میکشند میره. احمد پدر و کاکای خود در جنگ ها دست میده امی قهرمان داستان امرای برادر بزرگترش محمود نام داره خب این نام های بسلا فرضی گذاشته این محمودش در مصر تحصیل میکنه از اوش با آزادی مبارزات فلسطین میپیونده و مبارزات آزادی بخش نقش مهمی در افزایش آگاهی سیاسی خود احمد داره و برادرش که در مصر تحصیل میکنه پسر امویش پسر اموی احمد ابراهیم نام داشته او با شیخ احمد یاسین و بنیانگذار حماس ملاقات میکنه تاثیرات مذهبی میگیره در کتاب تضادا و مناظرات بین اسلامگرایان و اعضای پی ال او به تصویر کشیده شده بسیار چیز جالب است این کتاب پیلون، سازمان فتح محمود که در مصر هست، از اسلام گرایان میپرسه که چرا شما در مقامت شریک نیستین در که ابراهیم به اهمیت مقامت اسلامی تاکید میکنه در دا داستان دیگه تو تنه شد جنگ است جنگ داخلی فلسطین واریست زندگی روزمره و مقامت کتاب به توصیف زندگی ساده مردم میپردازه احمد یعنی برای با مشکلات روزمره فقر گرسنگی آموزش کودکان یافتن کار و یگان خشم و غضب نشان دادن علی اسرائیل این چیزا رو تشریح میکنن و باز باد از او چی میشه تلاش ها سا که قط میکشن جوان میشن برای قاچاق اسلحه و مهمات از غذا عملیات شروع میشه اونو از که همین تونل هایی که امروز اسرائیل و دام انداخت اون از مو زمان چی میشه؟ شکل میگیره کتاب به شدت مورد انتقاد قرار گرفته از طرف به صلاح اسرائیلیا گیره افزار تبلیغاتی اماس میدانن و بسیار جالب هم از سازمان های یهودی چی کدن؟ گفتن که ای از امو فروش آنلاین باید حذف شود چرا؟ گفتن ای خب ترویج ایدیولوژی تروریستی میپردازند دانه که ایدئولوژی تروریستی اونجا هیچ چیز دو کتاب خار میخک نیست تروریسم چیزی که نه عالم میبینیم که 37000 نفر میکشن بدون از اینکه میت آخ بگوین متوجه هست این کتاب خار میخک کتاب تاریخی است شرح حال یک خانواده است که میگه اما جنگ 1967 نقطه عطف است در این کتاب نقطه عطف ای ضربه سنگین بود اما این ضربه سنگین بیداری ملی و سیاسی رو با وجود آورد شکست تبدیل و انرژی بیداری شد و تبدیل و فرصت شد منظوری از نتیجه گیری که سنوار میکنه از شکست شکست نه به عنوان ناکامی نظامی بلکه بیداری سیاسی و اجتماعی توصیف میشه بسیار نکات مهم است چرا میگه این می شکست موجب شد که فلسطین به جای تکیه بر ارتشای عربی در ارتشای تسلیم شده مصر یک کم دیوید امضا یک از از سر شانه یک دیگه پریدن رفتن دست اسرائیل فشردن میگه اونمو شکست نشان داد که به جای تکیه بر ارتشای عربی خودشان تبدیل به یک قدرت تاریخی شوند در جنگ چرا افزایش آگاهی و مقامت ای, ای آدم سرش بسیار تاکید داره که ای شکست باعث افزایش آگاهی سیاسی در بین جوان ها شد این شخصت های کتاب مثل احمد و ابراهیم نمون های تغییریافته شخصیت فلسطین نشان میده احمد از طریق برادرش محمود و و پسر عموش ابراهیم با ایدیولوژی های مختلف مقاومتی آشنا تا بالاخره تبدیل به با یک انرژی جدید میشن سنوار شکست عرب نتیجه زفر از اونا میدانن میگونا تمام شدن خو ارزیابی کلیس که یک تجربه تلخ و دردناک بود و ما تجربه تلخ و دردناک باید کنار بگذاریم او تبدیل به فرصت جدید بکنیم این کتاب خوار رو میخواه که اول در غزه در نمی غزه تکه و پاره اول در غزه منتشر شد در غزه که منتشر شد یک ناشر محلی رو چاپ کرد باز خب البته بسیار مشکل است که مثلا این کتاب دوباره پیدا شد ممکن است کتاب های ش... نسخه های باشه، باشد اما ما ایر در فارسی من ندیدم که کس ترجمه کرده باشد و اگر جستجو شود ممکن است پیدا شود کتاب دیگه یکی آدم نوشته چی است زمین به عربی سخن میگوید اولش کمی همین نامش آدم هم میگیره ای زمین به عربی سخن میگوید تجربیات دیگاهش درباره نبرد فلسطینی و مسائل مربوط مقامت در وضعیت بعدی است کتابای های سنوار اومن در منطقه فلسطین غذا غزه منتشر میشه تا وقتی که جنگ جهانی نشده بود هیچ کس به توجه نمی کرد آلیم در کتاب فروشی های محلی و آنلاین عربی آفت میشه خب این محتوی زید چی هست؟ محتویش به صلاح تفصیل تاریخ شد و تو فرایند مبارزاتی فلسطینی ها نقش مقامت و ایستادگی تجربی جدید ایستادگی تجربه شخصی نویسنده باز اینجا تجربه شخصی خود به عنوان اینجا دیگه به عنوان رهبر مقاومت مطرح میکنه. در خار که رهبر نبود یک عامل بود به صلاح ق... قهرمان داستانی در اینجا به عنوان سطح رهبری است دیدگاه خود در درباره در مسائل سیاسی و اجتماعی فلسطین بیان میکنه این کتاب زمین به روی سخن میگه مهمتر مهمتر است خب تحلیل های از وضعیت سیاسی و اجتماعی سی فلسطین میتن و یکایی که یک میتونه سبک نوشتاری از جالب است. یعنی یک آدمی که به شدت شکنجه شده باشه و در روانش این دنیا های فرو نشسته باشه و تنشین شده باشه به شکل به خاکستر اندوه اما این رقم روایت مستقیم صادقانه با زبان ساده چرا وقتی که امی تجربیات با صداقت بیان میشه زبان ساده است زبان ساده یعنی زبان صدهینه ساده عمیق دیدگاه خود بیان میکنه که یک کسی که ای کتاب میخونه واقعا با اون واقعیت موجود فلسطین پای میبره تاثیر و اهمیت این ای کتاب بعدی از ای آدم نیست که آگاهی عمومی را در مورد وضعیت جدید فلسطین بسار سریع تشریح میکنه آگاهی میبخشن تصیرگزاری از ازی بر مخاطبان چیست که مثلا با ارائه دیدگاه شخصی و واقعات که از سر خودش گذاشته ملموس مستند این سبب شده که تاثیر بر خواننده بسیار عمیق باشه و خواننده رو به فکر وابداره. نقاط قوت ای کتابی است که بدون پرده پوشی و واقع گرایی تو نیست که مثلا دیگه کسا کتاب می که چطور که های رژیم اشغالگر زد بشر و گپا نداره ادبیاتش جا افتاده متین عمیق مسئولانه است یعنی بینی رقم ادبیات تا بیان تجربیات شخصی دیدگاه باعث میشه که کتاب به منبع معتبر و قابل اعتماد تبدیل شد این هم در این شبکه های آنلاین عربی قابل دریافت است تعلیل های دقیقی که در کتاب آمده در این حال مستند است و درک بهتر مردم خارج از فلسطین بسار کمک میکنه خب البته نقاط ضعفی همی داره که بر یک زاویه تمرکز میکنم برخی ممکن است کتاب به دلیل تمرکز زیادش به یک زاویه خاص از مسائل فلسفی نقد بکنن اما چی میکنه او بر فلسین نوشته او بر ونزویلا ننوشته ای موضوع میتونن. با این موضوع میتونه به عنوان یکی از نقاط قوت کتاب تلقی شود راست به درد اصلی رفته زخم اصلی را فشار میده یا التیام میده دیدگاه نویسنده بی پرده است در این کتاب هم ای کتاب البته در دو دم انتشار یافته بود محتواش بسیاری چیز است و بعدم در نسخه نویش ممکن است تمام حوادث وقای بعدی را سالای بعدی را در او تنظیم کرده باشند او کتابم هم در دو در غزه در چاپ شده بود استقبال از کتاب زمین به عربی سخن میگه در بین جوامع عربی و فلسطینی بسار بود به دلیل محتوای واقعی که بود چرا هر فلسطینی خود میدید بود خب البته پجویش. من چیزای پجویش های فرصت پیدا نکردیم که در مورد ازی در دنیا عرب شده باشد بخوانم که حتمان است و خب عوامل استقبال هم که موضوعات مطرح شده مسائل تازه است بحران که است که هر عرب عربی فلسطینی کور میخوان میگه که ما باید نوشته باشم این باعث جذب خواننده کتاب شده و این کتاب شهرت موقعیت یا به عنوان رهبر تمام قد حساب برجسته میکنه همه تحلیل و دیدگاه منحصر به فردی که ای آدم داره در بار این مسئله مسائل سیاسی و اجتماعی فلسطین در کتاب جهان به عربی سخن میگوید درجه است. ای بود یافته جدید ما.